بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وبعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لاسيما خاتمهم وأفضلهم وأشرفهم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم و لآله طیبین و طاهرین خدمت بینندگان عزیز خانواده های محترم و شنوندگان گرامی عرض سلام و احترام دارم بحث حقوق زن و شوهر را خدمت شما ارائه می کنم از حقوق مشترک بین زن و شوهر حق تامین نیازهای جنسی و حق بد اخلاقی نکردن نسبت به همدیگر بیان شد در این جلسه به سومین حق مشترک اشاره می کنم که باز هم, هم زن نسبت به مرد نباید ظلم و اذیت و آزاری داشته باشد و هم مرد نسبت به زن نباید ظلم و ستمی روابی دارد بنابراین سومین حق از حقوق مشترک اذیت نکردنی همدیگر و از ظلم نکردن به همدیگر هست پیامبر گرامی اسلام در روایت زیبای این مطلب رو این گونه بیان می کند که من کان له امرعتون تو لم یقبل الله و ولا حسنت من عملها زنی که شوهر خودش را اذیت میکند خداوند متعال نه نمازش را قبول میکند و نه هیچ عمل نیک او را میپذیرد حتی اینه و ترزیه تا زمانی که اصلاح کند جبران کند کمک کند به شوهرش رضایت شوهرش را به دست بیاورد و این سامت دهر و قامت و عطقت رقاب هرچند روزهای کل ده رو دنیا را رو روزه بگیرد و همه این روزها را رو هم به نماز بیستد و بنده ها و برده های زیاد را هم آزاد کند و انفقت الاموال فی سبیل الله و همه اموال و داراییش را هم در راه خدا انفاق کند و در این حال اسباب اذیت از و آزار شوهرش را فراهم کند پیامبر اکرم میفرماید و کانت اول من تلد النار اولین کسی که وارد جهنم می شود به خاطر همین اذیت کردن همسرش چنین شخص است وقتی این چنین مطلب را راجع به اذیت کردن زن نسبت به شوهر بیان می کند بلا فاصله حضرت می فرماید و علر رجل مثل ذالک الوزر والعذاب مردم همین گونه است اگر مرد نیست سبب اذیت و آزار زنش بشود او هم از یک چنین عقاب و عذاب برخوردار می شود ازاکان کان لها موزین ظالمان. وقتی نسبت به زنش اذیت کننده و ظالم باشد یک چنین عقابی به سراغ او هم خواهد آمد در روایت دیگر امام صادق علیه السلام می فرماید ایما امرأت باتت و از زوجها علیها ساختون فی حق لم یتقبل منها سلاتون حتی یرضا عنها حضرت نسبت به زنی که شب رو به صبح میرساند در حالی که شوهرش از او ناراز هست بیان میکند که اگر این نارضایتی شوهر از زنش به خاطر یک امر حقی باشد و رضای... نارضایتیش یک امر درستی باشد و زن جبران نکند و برای رضایت شوهرش اقدامی صورت ندهد خداوند متعال نمازش را قبول نمی کند تا زمانی که رضایت شوهرش را به دست بیاورد در روایت دیگر باز امام صادق علیه السلام و سلام میفرماید سلاستون لا یرفع لهم عمل از سه نفر هیچ عمل و هیچ کاری که قبول نمی شود و بالا نمی رود یک عبد آبق بردهی که فرار می کند و امرأتون زوجوها علیها ساخت زنی که شوهرش از او ناراض هست و بر او غضب داره مسبل ازاره و المسبل او خویلا و کسی که ازارش رو از باب غرور و تکبر بر روی زمین می کشد خب اینم جز کسانی است که عملش بالا نمی رود خب در میان این سه گروه یکی از کسانی که عمل نیکش بالا نمیره و قبول نمیشود، شود زن است که شوهرش از او ناراض باشد در روایت دیگری باز امام صادق علیه السلام و بیان می کند و می فرماید و ایما امرأت لم ترفق به هر زنی که همراهی نکند با شوهرش و حملت و ما لا یقدر و علیه و مجبور کند شوهر خودش را بر کاری که شوهر توانایی انجام اون کار را ندارد و مالا و تق و نمیتواند اون کار را انجام بدهد اما زن این خواسته خودش را بر شوهرش تحمیل میکند مجبور میکند که باید این کار را انجام بدیم باز در نتیجه یک چنین اذیت نسبت به شوهر خداوند متعال قبول نمیکند از او هیچ حسنه ای را و تلق الله و هو علیها غزبان و وقتی هم به ملاقات پروردگار عالم می رود خداوند هم از او غضبناک خواهد بود در روایت دیگری باز امام ششم امام صادق علیه الصلاه و سلام بیان می کند ملعونتون ملعونتون امراتون تو ذی زوجها زنی که شوهرش را مورد اذیت قرار بدهد ملعونه است مورد لعن است او تقمه یا شوهرش را بیازارد و سعیدتون سعیدتون امرتون تکرم زوجها ها ولا توزیح. اما از اون طرف زنی که شوهرش را مورد اکرام و احترام قرار میدهد. او را گرامی می اذیت نمی کند چنین زن سعید و خوشبخت هست و یا چنین زن هم در تمام احوال و در تمام زمانها از شوهر خودش متابعت و پیروی دارد خب از این روایات به خوبی استفاده می شود که یکی از حقوقی که زن و شوهر نسبت به همدیگر دارد همین ستم نکردنی به همدیگر ظلم نرساندن نسبت به همدیگر و همچنین اذیت نکردن همدیگر هست تبارک اسمك یا من لا شریک له و من فی و فی علنی یکی دیگر از حقوق مشترک بین زن و شوهر بحث احترام به مالکیت یک دیگر هست بالاخره زن و مرد هر دو در اسلام حق مالکیت داره می توانند هر کدامشون مالی را مالک بشوند و در مالی که تحت تسلطشون هست و در اختیارشون هست می توانند هر گونه تصرفی داشته باشند به همین جد این مسئله رو به عنوان یک از حقوق بیان می کند که اولا زن باید مالکیت شوهر را به رسمیت بشناسد و اموالی که مربوط به شوهرش هست اونها را محترم بشمارد زایع نکند در اونها خیانت نکند بدون اجازه شوهرش به این مال دست نزند و از اون طرف هم مرد نیز موظف است که به مال و دارایی که زن در اختیار دارد او را محترم بشمارد و بدون اجازه او در مال زنش تصرفی نداشته باشد به همین جهت چند تا مسئله را به صورت سوال و جواب سریع خدمت عزیزان ارز می کنم سوال کردند که زنی که شوهرش در خانه نیست آیا می تواند از خانه شوهر به دیگران کمک کنه یا از خانه بیرون برود برای اینکه به کمک دیگران بشتابه یا نه نمی تواند جواب دادن که آنچه که به دیگران کمک میکنه اگر مال هست با اجازه شوهر باشه و خارج شدن از منزل نیست باید با اجازه شوهر صورت بگیرد سوال بعدی این است که اگر زنی مال و اجناس شوهر خودش رو بدون اطلاع و رضایت و اجازه او مصرف کند یا به فروش برساند آیا این سرقت به حساب می آید؟ همون گونه که انسان مال کسی دیگر رو اگر بدون اجازهش برداره دزدی هست آیا این کارم دزدی به حساب می آید یا نه؟ جواب دادن که سرقت و دزدی محسوب نمیشه اما جایز نیست که کسی بدون اجازه از مال شوهرش برداره برای اینکه یک نوع خیانت است و کار حرام هست و اگر هم برداشته باشد باید حتما جبران کند و اون رو سر جایش بگذارد سوال بعدی باز در همین زمین است که آیا زن و مرد هر دو میتونه از اموال یک دیگر بالاخره چیزی رو بدون اجازه بردار اگر برداره حکمش چیه جواب دادن که این کار جایز نیست اگر هم بردارد زامن است که باید عین اون چیز را که برداشته برگرداند امام صادق علیه السلام سلام نیست در روایت بیان میکند که اتد امراتون الی رسول الله زن خدمت پیامبر اکرم شرف یاب شد و سوال کرد که ما حق الزوج علی حق شوهر بر زن چیست یکی از حقوق که پیامبر اکرم در این روایت بیان میکند این است که ولا تعطی شیئا الا باذنه این زن هیچ چیزی از مال شوهرش را بدون اجازه او به کسی ندهد فان فعلت فعليها و وله الاجر اما اگر یک کار خیر هم بخواد انجام بدهد پول از شوهرش از مال شوهرش برمی داره در راه خدا میخواد بدهد خب در این صورت گناهش به گردن زن می آید چون بدون اجازه این کار انجام داده و ثواب هم اگر وجود داشته باشد مال شوهرش خواهد شد چون مال مال او هست به همون نسبت شوهر نیز معذف است که باید مالکیت زن را بپذیرد نسبت به اموالی که در اختیار زن هست همچنان احترام داشته باشد و بدون اجازه مصرف نکند در همین زمینه سوال شده است که آیا زن میتونه بدون اجازه شوهر خودش از مال خودش چیز را بخرد یا بفروشد و تصرفی داشته باشد جواب دادن که زن میتونه با مال خودش خرید و فروش کند بحث نظر یک چیز جدا هست که قبلا اشاره صورت گرفته است سوال بعدی که در همین زمینه مطرح است این است که مثلا زن چندین سال قبل با شوهرش ازدواج کرده علاوه بر این که در کارهای خانه به همسرش کمک کرده و در این حال بعض کارهای درآمددار هم داشته است مثلا فرش بافته و قیمتش رو دوباره وقتی فروخته آورده در امور زندگی مصرف کرده یا مثلا خانه درست کرده یا تعمیر خانه داشته جهزه هم که با خودش آورده بوده زن مثلا فعلا مصرف شده یا کهنه شده و دیگر از بین رفته و فعلا شوهر میخواد این زن را طلاق بدهد در این صورت سوال کردن که یا زن حق داره که اون کارهایی که انجام داده و بابت هزینه که انجام داده پولی از شوهرش بگیرد یا نه جواب داده اعمالی که مال زن بوده اگر شوهر بدون اجازه زن فروخته و صرف تعمیر خانه یا خرید خانه یا لوازم دیگر هم کرده باشد اینجا شوهر زامین است باید این مال را دوباره برگرداند به زن و فرق نمی کند که این اموال از جهزیه باشد یا از اعمال دیگر زن اما اگر زن به شوهرش اجازه داده که از اموالش بفروشد در زمانی که مشکل نداشتن زندگی مشترک بوده از زن اجازه داده که فعلا دست ما تنگ هست و ما نیاز داریم به بعضی از پول و نیازهای دیگر خب اجازه داده که از اموالش فروخته بشود مجانن و در این صورت اون مالایی که خود زن اجازه داده فروخته شده یا اموالی که با اجازه زن مصرف شده و دیگه کهنه شده از بین رفته اینا رو شوهر زامین نیست اما فرش را که بافته اگر مجانی بافته بازم حق اجرت جدید نداره اما اگر شوهرش بهش گفته که این فرش را بباف پولش مال خودت باشد و یا اجرتش را به تو میدم در این صورت استحقاق اجرت هم داره بنابراین در این گونه مسائل که نمونه ها و مصادیق فراوان هم داره باید دقت کرد که در هر مقداری که زن مال داره و مالک چیزی هست شوهر اگر بدون اجازه او مصرف کرده اینها را زامین است باید به او برگرداند حالا فرق نمی کند این مالی که در اختیار زن هست مثلا از خانه شو... پدرش آورده است ملک پدری رو در اختیارش بوده یا خود زن درآمد داشته بالاخره از طریق به دست آورده است شوهر به هیچ دلیلی نمیتواند در این اموال بدون اجازه زن تصرفی داشته باشد یک از سوالی که در همین زمینه باز هم مطرح کنم و خلاصه اینه که آیا شوهر بدون اذن همسر میتواند از حقوقش استفاده کند یا نه خب بعضی از زنانی که شاغل هستند درآمد دارند بالاخره درامدی آورده در خانه و شوهرش از این حقوق زنش میخواد استفاده کند میتواند استفاده کند یا نه جواب دادن که تصرف در اموال همسر باید با اجازه او باشد بدون اجازه نمیتواند این اموال رو در تصرف خودش قرار بدهد پیامبر اکرم نیز وقتی بیان میکند همین مطلب رو این گونه بیان میکند که ولا تأخذو مما ما تیتموهن شیئا الا برضاهن و اذنهن از چیزاییم که زنها برای شما میآورد بدون اجازه و بدون رضایت از اونها چیزی دریافت نکنید و آنچه به همسرانتون هم بخشیدید دوباره مبادا بدون رضایت و اذن از اونها پس بگیرید خب این یکی از حقوق مشترک هست که بالاخره هم زن نسبت به اموال شوهرش باید امین باشد بدون اجازه او مصرف نکند و همچنین شوهر نسبت به اموال و دارایی زنش همین گونه امانت رو مراعات بکند و بدون اجازه او تصرفی نداشته باشد امیدوارم همه ما به عمل به این احکام و مسائل اسلامی موفق باشیم شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم خدا نگهدار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم تفضل على الغزاة بالنصر والغلبة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة. برحمتك يا ارحم الراحمين